سلام، اعتکاف چیه و چه فلسفه‌ای داره؟ تو ایام اعتکاف به مسجد جامع نارمک اومدیم تا جواب این سوالمون رو پیدا بکنیم. الان ساعت 3 صبح روز یکشنبه 13 اردیبهشت 14 رجب دومین روز از ایام اعتکاف هستش. تو این ساعت که خیلی در حال استراحت هستند، جوانایی هستند که اینجا دور هم جمع شده مشغول عبادت و راز و نیازن. اینکه با چه انگیزه یا دنبال چه چیزی هستند برای ما سوال شده و می‌خوام بریم از اونا بپرسیم. اینکه چه هدفی داشتند و چه چیزی باعث شده که از استراحتشون بزنند، چه اعتقادات و چه باورایی دارن. با ما همراه باشید تا به جواب این سوالا برسیم. همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف ایامیه که انسان با خودش شرط میکنه که من حداقل 3 روز تو مسجد میخوام با خدا خلوت کنم. حالا ایام مختلفی. اصل اعتکاف ماه مبارک رمضانه. در روایتی از آقا رسول اکرم صلوات الله علیه، دهه آخر ماه مبارک رمضان رو در مسجد معتکف میشدن، حداقل 3 روزه، که از اذان صبح روز اول تا غروب خورشید روز سوم اینها باید داخل مسجد بمونن و یک سری چیزها برشون حرام میشه، یک سری کارها رو نباید بکنن. مثلا از مسجد نباید بیرون برم مگر به قدر ضرورت، عطر نمیتونن بزنن، خیلی کارهایی که توی ایام عادی میتونن انجام بدن نمیتونن انجام بدن. خلاصه یک نوع ارتباطی میخوام با خدا برقرار کنن و این مستلزم اینه که از خیلی از چیزهای دنیایی دست بکشن و نیتش اعتکاف انجام میدن و بسم الله رو میگن و باید تو این 3 روز حتما روزه دار باشن. یعنی کسی که روزه نمیتونه بگیره لذا معتکف هم نمیتونه بشه. یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری یا نه. آقا سلام. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم. آقا از برای ما از حسالتون بگید، چرا اومدید اعتکاف؟ چه جوریه؟ یادم سال اول که اومدم تا نیومده بودم اعتکاف، به خاطر اینکه فضای معنوی خاصی داشت دیگه یادم نمیاد بعد از اون سال دیگه نیومده باشم. بعد از اون سال هر سال دیگه میام چون یه حس خاصی داره. چند سال یعنی هر سال تشریف میارید؟ نزدیک 7-8 سال هستش که میام. بله. شما یه روز اومدیم تازه اینجا، بعدش خب به ما فشاری نیورده. سال دومه که دارم میام اینجا. تا حالا خیلی هم به من خوش گذشته. هدفم این بودش که بتونم انشالله از این سفره که پهن شده تو ماه رجب بتونم نهایت استفاده رو ببرم. شده تو این سالها که دور هم جمع شدید کسی باشه مشکلی داشته باشه، حالا چه مادی چه هر چیزی، تو همین دور هم جمع شدن تونسته باشید مشکلش رو برطرف کنید؟ اتفاقاً همین مشکلات، بیشتر مشکلاتی که دارن دوستامو خیلی مشکل داشتم، من خودم مشکلات زیادی داشتم که اونها تونستن به هم کمک کنن. یه سری موقع شده که اونها مشکلات داشتن من تونستم بهشون کمک کنم، همین خودش خیلی خوب هست. همه از خدایی، به سوی خدا برویم. من که خسته نشدم، یه روز و نصفیه که اومدیم اینجا. سال پیشم بودم اینجا، اومدیم که به خدا نزدیک شیم دیگه. بالاترین شاخصه اعتکاف خودسازی و خودشناسیه. اگه فکر کنیم برای این اومدیم انشالله
روانمون هم تأثیر میذاره و انشالله اهل بیت کمک میکنن، خدا کمک میکنه، میتونیم تو این اعتکاف خودمون رو بشناسیم. اینجا دارید چی کار میکنید؟ از حال حستون بگید و از اون چیزی که میخواید به دست بیارید اینجا برای ما بگید. من یه نکته دیگه میشه بگم به غیر از چیزی که شما گفتین. اعتکاف خوبه، خیلی خوبه، کلا خوبه، همه هم از این حرفا میزنن. من یه خواهش دارم از دوستانی که معتکف میشن و اون اینه که مستحباتو که انجام میدن با حال انجام بدن، اگه حال دارن انجام بدن. آیت الله فاطمی نیا، استاد فاطمی نیا یه حرف خوبی میزدن به جوونا، میگفتن اگر حال دارید دعای کامل بخونید یا نماز نافله بخونید، چون ممکنه که ببرن. حالا اعتکاف فرصت خوبیه. مطمئن به خیلی از دوستایی که مثلا بر بار اول میان یا الان حال نداره، خسته است، همونقدر که روزه میگیره و همونقدر که مثلا بتونه از چیزی مثل وایبر، واتساپ، تانگو، لاین و این چیزا ببره، حالا سراغ اونا نره تو این سه روز بیشتر بتونه فکر بکنه، همون خودش خیلیه واقعا. چون یکی از اون فضا میکنه میاد، توقع داره همون روز اول هم بتونه نماز شب بخونه، 11 رکعت بخونه، نماز سنگین بخونه، چون یه اعمالی داره این شبای ماه رجب. من خودم نتونستم بخونم، حالا من قیافه نمیگیرم برای شما، سنگینه واقعا. اگه حال دارن بخونن، این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و نکته بعدی هم که احتمالاً اعتکاف خیلی خوبه، منم که اومدم با خودم چند تا کتاب آوردم، موبایلم هم بعضی وقتا بیشتر میذارم تو حالت فلایت مود که زنگ نخوره، یه ذره به قول این سخنانایی که اینجا صحبت میکنم واقعا ببریم از دنیای بیرون. همیشه بغض تو دنیا ملرزون، هوای تریه هامو داریانه،